قرار رئیس جمهور با خانواده های 31 مسافر را بوده شده. دتافی 31 تن از شهروندای کشور حتما یک توطئه در برابر دولت هم هست. این سبب نارامی ملت می شود. کشته شدن 12 غیر نظامی در ولایت غزنی. اگر میتونن جان ما امنیت شهروندان افغانستان تامین کنن، اگر نه خواهشان و محترمانه برن کنار و بگوین که ما نمیم. با مخالفت پارلمان پاکستان با مشارکت نظامی در جنگ یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز جمعه 21 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 10 اپریل سال 2015 میلادی. به این مجموعه خبری با من پریسا ابراهیمی از آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور در دیدار با شورای علما گفته است که آماده سرسپردن برای آوردن صلح در افغانستان است. آقای غنی تامین صلح در افغانستان را از اولویت‌های کاری حکومت دانسته، بر پشتیبانی هر گونه تلاش‌های صلح در منطقه تاکید ورزیده است. جزئیات بیشتر از همکار محمد فرشاد صالح. رئیس جمهور غنی در دیدار با شورای علما گفته که صلح از اولویت‌های کاری حکومت است و حاضر است به قیمت جانش صلح را در افغانستان تامین کند. آقای غنی همچنان تاکید داشته است که در منطقه از هر گونه تلاش‌هایی که منجر به صلح شود پشتیبانی می‌کند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری نگاشته شده است که آقای غنی برای آوردن صلح در افغانستان آماده سرسپردن است. در این نشست اعضای شورای علما از موقف گیری حکومت در حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن استقبال کردند. حرمت، حفاظت و دفاع آن فریضه دینی هر فرد مسلمان و تمام کشورهای اسلامی است. شورای علما از طالبان مسلح خواسته است تا صلاح را از شانه به زمین گذاشته وارد گفتگوهای صلح شوند. شورا از مخالفین مسلح دولت می‌خواهد تا با آغاز مذاکرات با دولت جمهوری اسلامی افغانستان به آلام و مصیبت‌های جاری در کشور نقطه پایان گذارند. رئیس جمهور در این نشست به قتل فرخنده نیز اشاره کرده، گفته است که هیچ نشانه‌ای از سوختاندن قرآن توسط فرخنده دیده نمی‌شود. آقای غنی از نهادهای قضایی کشور نیز می‌خواهد در روشنایی قوانین به متهمان این رویداد حکم نمایند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عدم ارائه جزئیات از اقدامات دولت در مورد رهایی 31 مسافر را بوده شده به خاطر محرم بودن قضیه و سلامتی جان مسافران است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید حکومت از آغاز قضیه اختطاف 31 مسافر تا کنون اقدامات جدی را انجام داده است. در این حال شماری از اعضای جامعه مدنی و اعضای خانواده های این مسافران با برپا کردن خیمه در پارک زرنگار کابل خواهان رهایی مسافران ربوده شده اند. همکارم نعمت الله احمدی با شرح بیشتر این خبر. برخی از اعضای خانواده های 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل و فعالان جامعه مدنی تحت نام عدالت خواهان می گویند که حکومت در مورد رهایی این افراد خاموشی اختیار کرده و نتوانسته که ملت را در جریان بگذارد. ده ها فعال جامعه مدنی و اعضای خانواده های این مسافران در پارک زرنگار به گونه اعتراض خیمه افراشته و تاکید دارند تا زمانی که مسافران آزاد نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. خواهش داریم که از راسی یک مسافر رها شود. حتما و جزما تا که رها نشد تمیزی خیمه هستیم. اگر رها نشد باید خودون منم آتیش بزنید در بدید که پک یک درد بری. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید اقدامات جدی برای رهایی این مسافران از ابتدا تا اکنون صورت گرفته، اما برای حفظ جان مسافران ارائه پیشرفت ها محرم است. آقای عبدالله این رویداد را توطئه ای در برابر حکومت و مردم میداند. میگوید که حکومت همه ناگفته ها را درباره این رویداد به اعضای خانواده های این افراد در شورای امنیت ملی خواهد گفت. دتافی 31 تن از شهروندای کشور حتما یک توطئه در برابر دولت هم هست. ای سبب نارامی ملت میشه، سبب نارامی مردم شده و سبب این میشه که دولت هم مورد اعتراض قرار بگیره. 31 مسافر بیش از 4 روز قبل در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح نقاب پوش اختطاف شدند.
افغانستان با پاکستان صلح کرده است و پس از این حکومت با طالبان صلح خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور با تاکید بر این موضوع میگوید گفتگوهای صلح در انحصار ارگ نیست و با ریاست اجرایی کشور تلاش میکنند گفتگوهای صلح را به ثمر برسانند. احمد پاشا سالی که با سخنگوی رئیس جمهور گفتگو کرده و از آن این گزارش را آماده ساخته است که با هم میبینیم. کاخ ریاست جمهوری نخستین قدم‌های برداشته شده را به سوی صلح آشتی افغانستان با پاکستان می‌داند. زیرا باور ارگ این است که 13 سال پسین افغانستان در یک خصومت اعلان نشده در برابر پاکستان قرار داشت. اما پس از روی کار آمدن حکومت تازه دو کشور به سوی همسوی صلح در افغانستان در حرکتند. اولین اقدام ما به خاطری بود تا افغانستان با پاکستان به یک صلح برسه و بعد از او همکاری های لازم در مورد آغاز شدن پروسه صلح صورت خواهد گرفت. فصل تازه از تلاش های حکومت افغانستان در پیوند به صلح از کاخ ریاست جمهوری رهبری و به پیش برده می شود. همزمان با این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در گفتگوی با آریانا نیوز خود را بی خبر از گفتگوهای صلح خواند و چانه‌زنی های صلح را کار رئیس جمهور دانست. مذاکرات و پروسه صلح در انحصار هیچ کس نیست. پروسه صلح پروسه ملی است و همه مردم باید در او شامل باشند. سفرهایی را که رئیس جمهور به ترکمنستان و به چین داشت، معاون دوم ریاست اجرایی در او سفرها شریک بود و در سفرهایی که رئیس جمهور به پاکستان و به عربستان سعودی داشت، در او سفرها معاون اول رئیس اجرایی در او سفرها شرکت داشت. پیش از این امیدواری ها برای آغاز گفتگوهای صلح بالا گرفته بود، اما چرا اکنون به یک بارگی این امیدواری ها فروکش کرده است؟ پروسه صلح به صبر، حوصله و تحمل نیاز داره. هیچگاه روی دستاوردهای 13 سال اخیر و در عین زمان روی ارزش های ملی افغانستان معامله صورت نخواهد گرفت. معاون اول رئیس جمهور پیشین به تازگی گفته است نشانه های از فراهم شدن زمینه مصالحه در افغانستان بیش از هر زمان دیگر آماده شده است و دولت نباید این فرصت ها را از دست دهد. بر اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خوگینی ولایت غزنی 12 غیر نظامی جان باختند. مقام های محلی در غزنی می گویند این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر تونس از ولسوالی خوگینی در حال عبور بوده است. زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. تا هنوز مسئولیت این انفجار را گروهی بر عهده نگرفته است. انفجار ماین کنار جاده پیش از چاشت روز جمعه در مربوطات ولسوالی خوگیانی غزنی جان بیش از 10 فرد ملکی به شمول 4 زن را گرفت. اجساد این قربانیان را در شفاخانه ملکی غزنی انتقال دادند. ظاهرا دیده می شود که کشته شده های این رویداد کاملا تکه و پاره شده اند که قابل شناسایی نیستند. نزدیکان قربانیان این حادثه از طرف های درگیر می خواهند تا دیگر افراد ملکی را نکشند. از دولت محترم، از طالبی محترم این تقاضا مندیم که بخشی پول پیسه مردم در کشتن ندن، چی طالبیش باشه چی دولتش باشه. اگر میتونن جان ما امنیت شهروندان افغانستان تامین کنن، اگر نه خواهشان و محترمانه برن کنار و بگوین که ما نمیتونیم. از هر گوشه اینجا صدای ناله و فریاد به گوش میرسد. نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی حکومت را عامل اصلی این کشتار میدانند. مسئولان امنیتی ما باید حداقل از خواب بیدار شوند. بس از دیگر اگر هدف 31 نفر ما تا به حال به سرنوشت مانده و همچنان با یک وکیل پارلمان اگر گرفتار میشه بارها برادر معاملات سیاسی صورت میگیره. امیدوار هستیم که حداقل از این معاملات ها براییم و بالاخره مسئولانه بیاندیشیم و به اساس خواستهای مردم باید جواب ارائه بدیم. در این حال معاون ولایت غزنی این عمل را به طالبان نسبت میدهد. زن و طفل و مردم های عادی و این جنایت است که تحت عنوان جهاد مخالفین انجام میده و مشکل اساسی است که متاسفانه یک عده کسایی که در حکومت است میگه باید از مخالفین معذرت خواهی شوه و یک عده مردم قریجات اینا را پناه میتن نان میتن و امروز به ارتباط انتقال می اسات از صلیب سرخ هم بهانه شی بود که مخالفین با ما اختار داده که به ارتباط اسات به ساحه نزدیک نشوین. این بار نخست نیست که انفجار ماین کنار جاده غیر نظامیان را هدف قرار میدهد، بل پیش از این نیز به دهها بار حادثات مشابه گزارش شده است. یک حمله کننده انتحاری پس از چاشت امروز کاروان نیروهای خارجی را در کابل هدف قرار داد. این رویداد در مربوطات حوزه نهم شهر کابل در ساحه دیسپیچری رخ داده است. منابع امنیتی میگن در این رویداد به نظامیان خارجی هیچ آسیبی نرسیده، اما سه غیر نظامی زخمی شدند.
نیروهای بین المللی امروز در ننگرهار نیز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتند. مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند در این رویداد 4 فرد ملکی کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. به نقل از منابع امنیتی، انتحار کننده سوار بر موتر نوع کرولا بوده و مواد همراهش را در برابر میدان هوایی ننگرهار منفجر ساخته است. در این رویداد یک موتر نیروهای خارجی نیز از بین رفته، اما از تلفات احتمالی آن آمار ارائه نشده است. آمار تلفات حمله مهاجمان مسلح به اداره سرانوالی بلخ به 18 تن و شمار مجروحان به 67 نفر رسیده است. در میان قربانیان نیروهای امنیتی، کارمندان دادستانی و غیر نظامیان شاملند. شهروندان بلخ امروز در سوگ عزیزانشان در روضه شریف اشک ریختند و نماز جنازه برپا کردند. بلخیان در سوگ عزیزانشان گریستند. جمعه سوگواری که پس از یک دهه و اندی آرامش بلخیان را تکان داد. تازه ترین آمار از این رویداد که از سوی سرپرست والی و رئیس ستامه بلخ تایید شده، 18 کشته و 67 زخمی است. نیروهای امنیتی و سارنوالان بخش مهم از کشته شده ها و زخمی های این رویداد را تشکیل می دهند. با این حال شاهدان عینی و برخی منابع مدعیان که آمار تلفات بیشتر از آن است که مسئولان محلی تایید کردند. گروه طالبان هم مدعی شده که 80 تن را در این رویداد کشتند. در بین کشته شده ها تعداد غیر نظامی ها، البته به شمول سارنوال صاحبا، 7 تن از سارنوال صاحبا است که اونا هم غیر نظامی هستند و 3 تن غیر نظامی دیگه هم است که افراد مراجعین است، متبقی پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی است. این توبه و تضرع، این مذرت خواهی، این چیزا فایده نداره. امشب تمام مردم شهر مزار شریف در خون آلوده بود. حوالی ظهر دیروز درست در اینجا وسیله نقلیه خود متوقف میکنن و با یک حمله برق‌آسا میایند. نخست محافظ ریاست سارنوالی را در اینجا هدف قرار میدن و سریع میدون به ساختمان، به اتاقهای بالای ساختمان موضع میگیرن و از اونجا به حملات خود بالای نیروهای امنیتی و کارمندان ریاست سارنوالی ادامه میدن. در جریان 6 ساعت درگیری، مهاجمان از بخشهای مختلف ریاست سارنوالی تیراندازی میکردن که ساختمان کاملا آتش گرفته و همچنان دوسیه ها و اسناد مربوط به سارنوالی استیناف ولایت بلخ آتش گرفته و سوخته. این نمیشه که تمام سارنوالا را ما محکوم کنیم. در سارنوالای ما داریم که نان خوردن ندارن، یک ماه معاش میگیرن، قرضشان خلاص نمیشه. حمله مهاجمان مسلح به یک ساختمان مهم دولتی و درگیری 6 ساعتیان در یکی از امترین ولایت های افغانستان نگرانی ها نسبت به وخامت اوضاع امنیتی کشور را بیشتر کرده است. رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. اتحادیه بانک‌های خصوصی از حکومت می‌خواهد که برای تقویه نظام مالی کشور گام‌های جدی بردارد. این اتحادیه می‌گوید نشر گزارش‌های بانک جهانی و دیگر نهادهایی که سال روان را برای نظام مالی کشور پرچالش خواندند نگران کننده می‌دانند. در همین حال مسئولان در افغانستان بانک این گزارش‌ها را بسیار جدی نمی‌دانند و می‌گویند در سال روان هیچ مشکلی در برابر نظام مالی کشور بروز نخواهد کرد. بانک جهانی و برخی نهادهای دیگر سال روان میلادی را برای نظام مالی افغانستان پر از چالش گفتند. این گزارش ها مایه نگرانی اتحادیه بانک های خصوصی کشور شده است. نظر به ارزیابی های که از طرف بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی شده، یک سال پر چالش است از لحاظ اقتصادی. طبعا بالای فعالیت سکتور مالی اثرات خود می داشته باشه، ولی ما خوشبین هستم ان شاء الله چون این پیش بینی ها به شکل مثبت تبدیل شود. اما در افغانستان بانک این گزارش ها را بسیار جدی نمی داند. ما کدام تهدیدی جدی در مقابل سیاست پولی افغانستان یا در مقابل خدا نخواسته بانک افغانستان کدام تهدیدی جدی را نمی بینیم. مسئولان اتحادیه بانک های خصوصی همچنان از افغانستان بانک می خواهد که تمام قوانین مالی کشور را با قوانین جهانی همگون سازد و توصیه های صندوق جهانی پول را در نظر داشته باشد. افغانستان بانک نسبت به این خواسته ها چراغ سبز نشان داده است. با حال هم همکار محمد زبیر حبیب زاده برای ارائه رویدادهای ورزشی با ما. زبیر سلام و بفرمایید. تشکر. سلام خدمت خودت و تمامی بیننده ها. خبرهای ورزشی را ما از انصراف تیم ملی والیبال افغانستان دنبال می‌کنیم.
و هم خبرها از دنیای ورزش. انصراف تیم ملی والیبال افغانستان از حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا. وبسایت رسمی کنفدراسیون والیبال آسیا انصراف تیم‌های والیبال افغانستان، فیلیپین و لبنان را از مسابقات قهرمانی مردان آسیا اعلام کرد. دلیل انصراف تیم والیبال افغانستان هنوز مشخص نیست. تیم والیبال بحرین پس از انصراف این تیم‌ها برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرد. 18مین دور مسابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا از 9 الی 17 ماه اسد سال جاری در ایران برگزار خواهد شد. تیم کشور در اولین حضورش در این مسابقات با 3 شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت. و محرومیت 4 جلسه ای برای زلاتان ابراهیموویچ. زلاتان ابراهیموویچ ستاره پاریس سن ژرمن به دلیل اظهاراتش پس از مساف مقابل بردو در لیگ برتر فرانسه برای 4 جلسه از همراهی تیمش محروم شد. این در حالی است که او به دلیل دریافت کارت سرخ در دیدار مقابل چلسی در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دیدار رفت مرحله 1/4 نهایی برابر بارسلونا را نیز از دست خواهد داد. وضعیت هوا با همکارم. با سپاس از تمام همکارانم در استودیوی خبر و هم بیننده های عزیز، توجه کنید به پیشبینی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور که بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی گرده. تا چند روز گذشته کابل شاهد هوای صاف بود، این که فردا بازم همین گونه خواهد بود و یا نه میبینیم. فردا پیش بینی گرده کابل نیمه آفتابی خواهد بود، امکان بارندگی هم وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 19 درجه. و در پهلوی این که بارندگی پیش بینی گردیده، کمی بادها هم به همراه خواهد داشت. ولایت هرات فردا آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15 درجه پیش بینی گردیده. و مثل روزهای گذشته بازم هوای معتدل خواهد داشت ولایت هرات. نوبت میرسه به شهر مزار شریف. فردا پیش بینی گردیده که شهر مزار شریف مانند ولایت هرات آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 درجه پیش بینی گردیده. و بازم نظر به این پیش بینی هوای معتدل خواهد داشت شهر مزار شریف. حال هم شهر جلال آباد فردا پیش بینی گرده که شهر جلال آباد نیمه آفتابی است و امکان بارندگی هم وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17 درجه. ولی امکان بارندگی وجود دارد، در پهلوی بارندگی هوا صاف و معتدل خواهد بود. حال هم ولایت قندهار فردا قندهار پیش بینی گرده که آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18 درجه پیش بینی گرده. و ولایت قندهار تا چند روز گذشته هم همین گونه آب و هوای صافی داشت. و در اخیر هم ولایت غزنی فردا پیش بینی گرده ولایت غزنی ابری خواهد بود، امکان بارندگی هم وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4 درجه پیش بینی گرده. و بازم نظر به پیش بینی شبش نسبتا سرد خواهد بود. بینندگان عزیز، این بود پیش بینی وضعیت آب و هوا. از توجهتان سپاس. شبتان خوش. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی www.arenanews.af مراجعه کنید. حاضر می‌شم خبرهای این ساعت آرینا سپاسگزاریم. و ما در ادامه همکارم اسمراله عباسین تا نیم ساعت دیگر با برنامه پس از خبر از آرینا نیوز با شماست. عباسین سلام، و موضوع امشب برنامه پس از خبر در مورد چی است؟